صدور حکم های سنگین علیه شهروندان در دادگاه های بحرین ادامه دارد. در همین راستا دادگاه تجدید نظر بحرین حکم نهایی اعدام دو شهروند به نام محمد ابراهیم آلتوق و محمد رضی عبدالله را صادر کرد. این احکام مرتبط با پرونده مربوط به انفجار ستره و کشته شدن دو نیروی پلیس در سال 2015 میلادی صادر شده است. به گفته فعالان مدنی بحرین این دو جوان متهم شدهاند که در این انفجار دست داشتند و نیروهای پلیس را به قتل رساندند همچنین خبر دیگر حاکی داد ستان کل بحرین برای سه تن از جوانان شیعه منطقه عدراز عد حکم سی روز زندان صادر کرد بنا به گزارش منابع محلی احکام این جوانان تنها به دلیل فعالیت‌های سیاسی و پس از دو هفته بازداشت آنان در مکانی موسوم به فضای مرگ صادر شده است نیروهای امنیتی بحرین در تاریخ 12 فوریه در یورش به مناطق مختلف این کشور از جمله منطقه ادراز سه جوان را دستگیر کردند